خدا این چه خاکی بود به سرمون شد. بیا بیا آبقندو بخور، افطار نکردی زفت میکنی. بیا این چه؟ آبقند. من باید درد بخورم، کوف بخورم، شرخره. میفهمی جلو در واسده شرخره؟ نه خب چرا داد میزنی؟ نمیفهمی چی میگی؟ من حالم خوب نیست، سر به سرم نذار، سرم داری گیج میره، احساس بدی دارم روانگیز. چشم تاره، تو چیزی میفهمی؟ بیا آبقند بخور. آره بهت بخورم. ای خدا، میشه این پروانه از این محله پر بکشه بره یک جماعتی از دستش راحت بشن؟ ای خدای بزرگ و مهربون، قربونت برم. میبینی با زبون روز هنوز این آبقندم نخوردم. یه مشتری بفرست، من شرری خلاص شم. یک عمر روی کردی تو بیا اینجا بینا، بیا اینجا بینا. چه لبسه کی بودی تو؟ حالا بیا اینجا، بیا اینجا، بیا اینجا، اونجا نه. با تو هم میگم بیا اینجا دیگه، دماغی؟ آن چیه؟ نکنه سنگ آجه به سینه میزنی؟ من سنگ آجه به سینه بزنم؟ یه چی دید میشه؟ برو حوصله تو یکی ندارم. این کاره نیست، مشخصه که این کاره نیست. ببینم چک دستته؟ نه، ببین اعصاب ندارم و سر به سر من نذار. بابا به خاطر خودت میگم، تو الان اینجا این طرفو پول کردی، پول کردی نکردی پولت پر. مگه مغز خر خوردم؟ عقل دارم مثل این که یارو آخونده. خب آخون باشه، مگه من گفتم کیه؟ بهت میگم این کاره نیستی، این کاره نیستی برادر من. کوچولو، مادر فلک نزایده کسیو که بخواد پول منو سقزه ها پولی کنه. چیرفم شد؟ ایوان، تا حالا از این زاویه بهش نگاه نکرده بودم. دمت گرم، ولی کور خوندی. با عزتون مادر فلک زایده بدم زایده، این آدم دنبه تله بده نیست. چطور مگه؟ منظورم اینه که بیا اینجا، بیا بگی دستت. ببین الان اصل اصل رسانه است. این میکروفونو میگیری دستت، این زور بازوش از زور بازوی تو هم بیشتره. داد میزنی حقتو میخوای، داد بزن. جدیه؟ نه علکیه. یک 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 دو 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 صدا صدا حقتو بخوا دیگه. ببینی طرف به خودم عذاب میدم نمیخورم. خدایا گفتم مشتری نگفتم شرخر، این آبره ما رو میبره، این ما رو بدبختمون میکنه. الان یک ملتی بهش نشون بدم تو کتاب ها بنویسن. کجا خرابترش نکن، بیچاره ها میکنی، به عمل چی کارش بکنی؟ اون اگه بفهمه گند میذاره به زندگی خودش. کاش 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 خواهش نمیگرد. آقای آیا نه خدا اینا پول من هم پولی کردن. میکروفون رو بده من. آبرو نداری تو، نمیبینی تو؟ ببینم عمو داره چیکار میکنه؟ بیا آبرو میکنه گوش کن، بلنگا برداشته عمو داره میکنه آبروزی میکنه. من پول رو بده مردی که بیشون خیلی خواب باره بکنه. یعنی در چی آدم آبرو بره؟ برمان دیگه برو بکنه. داره چیکار میکنه؟ برو چرا من رو میزنی بابا؟ من پولم رو میخوام. خود کردیم برو بشوی تو مرد برد سبی برو آخر بشو. این مرد پهلوان داره، عمو به امن داره، فهمیدی؟ خب برو دیگه بونم رو میخوام پس بشو. چی کار میکنی به امن؟ بلش کن. من پیه زندون رو به تنم مالیدم پهلوان. بلش کن، بلش کن به امن. بل کن به امن. بلش کن، بلش کن. سید بگو بل کن، بل کن به مومه. من پولم رو میخوام. بیخور آقا بهمن. از که شما یادت رفته چقدر زحمت کشیدیم به اینجا رسیدیم؟ میخوای دو دقیقه همه شو بدی هوا؟ بس کن دیگه. واسه یه حساب کتاب کردن من میمونه واسه تو زندون. من عقلم پار سنگ برداشته، جونم و پای رفاقت میدم. آقا خونم رو گره گذاشتم، میفروشمش همین امشب. ای بابا دست خوش رفیق جون، دست خوش. درست میشه انشالله. شما نه به فکر فروش خونه باش، نه کتک کاری. الانم لطفاً بس نکن. الحمدلله نمازتونم که تموم شد، بریم سراغ پول من. دهنتو به من میزنی. ای بابا، ای بابا. آقا شما افطار کردی؟ پول منو پس بدین، افطار مفطار پیشکش. آقا
من الان پول ندارم. اگر فرصت بدی سعی میکنم جور کنم، وگه نمیری کلانتری. یه مامور میاری قانونا به من دستبند میزنن، منو میبرن. الان هم میخوام برم افطار، همه این جماعت به خاطر من هیچی نخوردن. اگه تشریف میاری قدمت سر چشم. یا الله چند ساعت مهلت میخوای؟ دهنتو ببن. با من سب کن دیگه برادر من. شما اجالتن بفرمایید داخل تا منم بیام. آقا بفرمایید دیگه. اجالتن خوب اومدی، دیر بشه دوباره دادم در میاد. ای بابا چه خواستی؟ ای بابا اذیت نکن دیگه. مصطفی جان شما بفرمایید موزه با آقا سید باش. برو قربونت برم. برو. ای بابا چه خبرت؟ خودتو کنترل کن. بیا بریم تو بابا. شما بفرمایید. بیا با هم بریم بابا. سلام بابا جون، حالا چطوره؟ این وقت شب کجا بودی تو؟ من رفتم مایسوپان رسوندم دیگه. مایسوپانو؟ این وقت شب کجا بردیش؟ نمیدونم، من دم یه بیغوله پیادش کردم، همش تو مسیر آدرس میپرسید، بهرام مرام میکرد، اینقدر برزخ بود من جرئت نکردم چیزی بپرسم. بهرام دیگه کیه؟ ببینم، فقط میگفت بهرام، بهرام خالی یا چیز دیگه هم میگفت. بهرام برام خالی، برام نون خالی خور. یا خدا، آدرسی چیزی داری ازش؟ آره حدودی یادم. چه کنم؟ بیام با اتون بنویسم چه کنم؟ پهلوان بریم. سهراب اگه من اشتباه میکنم تو بگو. تو داری وسط این دعوا از این بچه سوء استفاده میکنی. دکتر من به خاطر این بچه دارم میرم خارج از کشور. شما خود دوست نداری که نوت تو بهترین مدرسه های اروپا درس بخونه؟ بحث مسئله این نیستش که مدرسه خوبه، مسئله عاطفه است. شما استاد من بودی، خودت اونور درس خوندی، من حق ندارم؟ دکتر به خدا من الهه رو دوست دارم. ولی خودت رو بیشتر دوست داری. میدونی اون موقعی که شما دانشجو بودید، خب من یادم هست تو مرتب از الهه سوال می‌پرسیدی. من فهمیده بودم که تو به الهه علاقه داری. هیچی نگفتم، برای اینکه معتقد بودم شما دوتا آدمای بزرگی هستین، خودتون باید تصمیم بگیرید. ولی من همون روزا تو چشمات می‌دیدم، چیزی که می‌دیدم عشق نبود. خب چرا الان دارین میگی؟ من همون موقع هم گفتم، تو نشنیدی. گفتم اگر الهه رو دوست داری بیا، نه به خاطر اینکه من معین الحکما هستم. یادت نیست؟ خیلی خوب، حالا من یه سوال میکنم. اگر الهه به هر دلیلی به خاطر من نخواد با تو بیاد، تو حاضر بچت بدون مادر بزرگ شه؟ تو بزرگی رو با خودخواهی اشتباه گرفتی. متاسفم. تونم لعبده کجا سرت انداختی زیر داری میری؟ کری؟ نشنیدی چی گفت؟ بعد جایی اومدی ها؟ پول مول تو جیبت چی داری؟ تخ کن بیا بالا. یالا نمیشنوی چی میگم؟ یالا پول مول چی داری بیا بالا؟ ببندون دهن تو. اه؟ رسول داشته باش آقا رو. مشتی خواستم اندازه یه کرای تاکسی تو جیبات جا بذارم، اما انگاری خوبی به تو نیومده پیره من. اون چاقو تو به من بلند شو بینم. گفتم بلند شو. نکنه سیم میمت جایی وصله ها؟ نذار به جا پول جونت هم گرو بگیرم ها. خره گفتم این چاقو تو ببند. کی بود صحبت خر کرد؟ سلطان؟ آره
خود خود ناکس بی معرفت تیز زلف. تو هنوز اسیر موادی خره. حکایت من حکایت شیره تای وافوره به نظر قیمتی میاد، اما آخرش همون زهرواره که هست. عریض تو کار خری؟ میشناسیش؟ زنده شما به سرتون قد نمیده. ولی فکر کنم برام نون خالی خور حالتون بکنه. بفشید هری هری بفشید آقا هری هری. چی شد اومدی این گارا؟ سالها پیش من و بهرام سنگامونو با هم وا کندیم. آره اینو من میدونم، اما اینا که نمیدونم. ولی ببین، نه تو دیگه اون جوون سابقی، نه من دیگه حال و حوصله اراتیز و التماس دارم. راستیتش اومدم دنبال اسی جوهر، گذر قدیم پهلوان عبدل که خاطرت هست؟ اونجا که بین کل عبین رفته؟ عبین رفته که اونجا هستم، این عبود که نبودم، جفت ناکساشون اونجا. خدا کنه قبل رسیدن ما بلا ملایی سر این پیرمرد نیارن. حالا تو نفوذ بد نزن. بابا سر باش من از این بنده خدا رو زیر کنی قربونت. چش یه چیزی این وسط درست نیست سلیم. ببین چجوری چک افتاده دست اینا. آقای پروانه میگفت طرف اومده گفته به خاطر کمک به من کل پولو میدم چکو میگیرم. خب کیه که برای این کار دستش انقدر بازه؟ نمیدونم. میدونی خیلی بیشتر از اینا رو حاضر خرج کنه تا تو رو بی آبرو کنه. ما تا مطمئن نشیم حق نداریم به کسی تهمت بزنیم. راضی خانم، هرچی نمیخوای قبول کنی، اما از وقتی اومد بیرون معلوم بود میخواد چی کار کنه. چرا باید چک تو برای اون آدم مثلا خیر مهم باشه؟ خدا رو خوش نمیاد راضیه. اگه اشتباه کرده باشیم چی؟ سلیم وقتی همه چی معلومه که دیگه تهمت حساب نمیشه. زشته جلو بقیه این حرفا، باور کن زشته. چرا دست از سرمون بر نمیداره ها؟ الان تو این شلوغ پلوغی تو میخوای شروع کنی؟ اگه فردا بیان تو رو دست بسته ببرن من چه خاکی تو سرم بریزم؟ اگرم ببرن کاری نمیتونیم بکنیم. ولی شما نگران نباش، انشالله درست میشه. الان پاشو برو خونه. من پیش تو یه ذره آروم قرار دارم، کجا باشم برم؟ شما برو منم میام پیشت. نگران نباش، بذار یکم فکر کنم ببینم چیکار باید بکنم. چشمت بی بلا. من نگران شما نباشم این مخم بیشتر کار میکنه. بازم چشمت بی بلا. باشو اقلا افطار بخور رنگ و رود برگرده. این آقای مالخر که نذاشه چی که آب از گلتون پایین بره. البته جسارتا ایشون شرخر هستن، مالخر اون یکی بود. چه فرق میکنه؟ فعلا من نمیدونم به قول مجسوبان چرا اینقدر خر به شما میزنه. دست شما درد نکنه. بله فعلا مالخر و شرخر بی خیرش بنده است. بفرمایید. خداحافظ. خداحافظ مادر. خداحافظ عزیزم. چی شد؟ مزه دهنش چی بود؟ حرف حساب زد؟ اصلا اگه حرف حساب میزنی که من بگم چی گفت؟ از خر شیطانم پیاده نمیشه. من شک دارم کار عموته. ای بابا شما هم که همین حرف رو میزنی؟ فکر من تنها نیست، مطمئنم دیگرانم همین فکر دارن. یقین دارم کار خودشه. مادر من الان داشتم یک ساعت با راضیه حرف میزدم، الانم حوصله جر و بحث ندارم. تهمت نزنیم. هر جور شده ما باید پول تهیه کنیم بریم. امشب زنگ میزنم به حجت، او زمینی که دارم بهم ارث رسیده، زیر قیمت هم شده بفروشتش. برای چی؟ اون زمین کوچک تنها دارایی شماست، برای چی باید بفروشین؟ مال خودم، اختیارش دارم.
میخوام بفروشم، پول بدم به یه آدم، ازش وقت بگیرم، بقیهش هم خدا رحمت را کنه. حالا شما عجله نکنین، اجازه بدین کم فکر کنیم. به چشم. اسد. بهمن جان تلفن پشت فرمون. اسده. اسد نمیتونه باشه. راقل بزن بغل. نگران نباش. الو سلام. یه کاری پیش اومد، مجبور شدم زودتر برم. چشم. رو چشم. کارم تموم شد، جلد پیش شما. خدایم چه بد وقتی گیر کردیم. خدایم خدایم کمک کن، دیوانه شدم از دست اینا. خدای من چه کنم؟ چیه؟ صدا تو نمیشنوه؟ آقا هرمز الان اصلا وقت مناسبه واسه این حرفا نیستا. حاجی جون کجا بی هوا اومدی هواخوری؟ بخش من یه سوالی برام پیش اومده جونم. شما چطور وقتی دوره بر من شلوغه شروع میکنی داد و بیداد و آبرو ریزی کردن، وقتی تنها هستیم لفظ قلم حرف میزنی، مؤدب میشی؟ دوست دارین دیگه، خودتون خوشتون بیاد همجوری دور براتون شلوغ باشه. شما هم که نشستی اونجا فقط منو مسخره کنی. منظورم از نشستن بد نبود، سری قهر نکن. شما که دست به داد خوبه، چرا از خدا نمیخوای کلی پول بریزه تو دامنت؟ میگی ازش بر میاد. حاج آقا یه دعا بفرمایید، بی زحمت دعا کنید که درشت باشه که منم بتونم حملش کنم. الان شما از وضعیتی که برای من پیش اومده خوشحالی؟ نه من مریضم، فقط خواستم بگم خیلی آسمونو نگاه نکن، رو زمینم ببین، جلوی پاهات. جوونه با کمالاتی. حرف نزن آقا، حرف نزن. حرف من باشه با شما برای بعد، کار داریم با هم. حالا ها شما فعلا دست اون آقا خلاص شو تا بعد. شما حالت خوبه؟ خوب؟ عالی؟ توپ توپ. ببین یه موقع صبحانو نزده باشن و حتی پارش کرده باشم. یه پیره مرده غریبه اینجا ندیدی؟ چرا یه پیره مردی گرد قلابه اومده بود اینجا؟ هی سلطان میگردی؟ سلطان دیگه کیه؟ سراغ نارا مخانه خوره میجره. ببین اگه جواب حرفمو ندی اینقدر میزنم تو بالا بیاری، بعدا میبرم میدم تحویل پلیس. فهمیدی؟ تو کابوس سرا سراغشه بجی. دفعه آخرت هم باشه. دروغ هم چیه برام خواهم؟ یه ماه دارم زاختی های زمین رو چوب میزنم. دوات پیشم همینه میگفتی؟ دفعه پیش اسی جوهر وقت طرف کرد، صاحب زمین داره یه چند وقت میره خارج، اگه اسی زود جور کنه مدارکو این دفعه فروختمش. آدم شماست، بهش بگید یه هفته جل کنه. اون بالا مالا هم آدمش رو همراه کردم. سبور علا آقا برو یه تیکه نون خالی بر رسمن زخمت کشتنم. چشم آقا، برو چشم. میبینم که بد جوری زلیل شدی، هنوزم داری نون خالی سق میزنی؟ بهرام نون خالی خور زدی. گرد جماعت گله میره شکار، رد گلت رو یکی یکی زدم تا به تو رسیدم. من با تو کاری ندارم، یه خر کنارت بود، الان شده واسه ما اسی جوهر. کار خیر افتاده، چک میگیره، پول نقد میده. چجوری هست؟ اینجای نامردی خریدار نداره، دنبال اسی میگردی برو پیدا کن. من فقط آدرسشو میخوام. الانم که اینجام هزار بار به خودم لعنت فرستادم که نیام، اما اومدم.
آدرس رو بده میرم. مثل تمام این سالها که تو رو با دنیای خوش تنها گذاشتم، بازم با دنیای خوش تنها میذارم. روزگار خوش؟ این روزگار خوش که بستم ساختی؟ سبو، برو بر. چی اومد اینجا؟ چی میخواین؟ برو به مشتوفان بگو بیاد. میدونم که اومده اینجا. ببین جواب ما دنبال درد سر نیستیم. برو صداش کن بیاد. چی میگن اینا؟ چیکار دارین اینجا؟ بریم پی کارتون. دیگه هم اینجا پیداتون نشه. مثل اینکه چاره ای نیست. آره. واقعا چاره ای نیست. مشتی سالمی؟ ای بابا ما که جون به لب شدیم. پیر شدی آدم با خودت میری. شما اینجا چیکار میکنید؟ خب نگرانت بودیم مشتی پان. ای من بچه هم یعنی شما رو بگیر اوشه جلو خراتو بگیر جت میاد به تو مرگی برام ها جواب من رو ندیب ولت نمی کنم. جواب من چی شد؟ بعد یه عمر اومدی جواب چی رو می خواهی؟ من یه اسم و آدرس می خواهم. یه اسم و یه آدرس. تون داره جای من بازی کن. ای بی چشمر یادت مادرم هر وقت می دیدت دعات می کرد؟ یادت بهت می گفت من جای مادر نداشتتم؟ یادت روزی که دفنش کردیم گفتی منم یتیم شدم؟ نزار قسمم رو بشکنم. نزار جوابش گفتم. حاضری با اسمت بازی کنی؟ تو میخوای سلطان رو بکشی؟ آره برای من سالهاست هم سلطان هم اسمش مرده. کیه مشتی؟ ماجرا از چه قراره؟ سلطان کیه؟ سلطان منم. امشب اگر اینجام به خاطر سیده اومدم براش مهلت بگیرم. به هم قول بدین هر اتفاقی امشب اینجا افتاد همینجا چالش کنی. بهمن خودتو نگهدار، مواظبش باش. اگر دست از پا خطا کنیم امشب اینا نمیذارن زنده از اینجا بیرون بریم. جلال یکی اینجا حاضره اسم و رسمش رو بفروشه با سرفش مولد بکره. وزیر صبور برام این بساطو جمعش کن. بگو خراد پاشون رو از گلوی رفیق من وردارن. تو اگه با من مشکل داری بعدم میتونیم سنگامون رو از هم وا بکنیم. من رفیقت نبودم که زیر پامو خالی کردی. یه عمر لنگ زدم. هر دومون رو از دیوار خریت افتادیم پایین. سلطان قاب بریزه. سلطان همیشه سلطانه. بساط بساط نامردیه. اگر جیگرت با نامردی خنک میشه بزن.
بهرام، هیچ بزرگی رو با کوچیکی خوار نمی کنن. حالا که میخوای بزنی خودت بزن. من نامردی را قبول نمی کنم. به روح مادرم نشم. اگه جلوی خرات رو نگیری ما سرطن امشب اینجا هموم خون رو میندازیم. بسته دیگه بابا، تمومش کنید. این مشتی چه سلطان شما باشه چه سبحان ما، چه رفیقتون باشه چه نارفیق، به خدا قسم این کارتون نامردیه. برام خواهم، این گودی که داری توش میچرخی گود مردونگی نیست. تو داری به این جوون نامردی یاد میدی. یعنی نفهمیدین کی بوده؟ این پروانه خیلی آب زیر کاهه، باید حواسمون باشه. چیکار میکنی؟ زنگ میزنم دیگه. چند دفعه؟ سلام علیکم. علیکی سلام. با آقا پروانه بگین یه تو کپا بیا جلو در کارش دارم. پروانه مرد. چرا؟ بریم فاتحش رو بخونیم. همشیره کار واجب باش داریم. پروانه امشب رفته پیش باهادور گاراژ، اونجا بخوابه تا عقلش بیاد سر جاش. میگم آقا پروانه تنهایی رفته گاراژ، یه وقت خدا نکرده زیر سرش بالا نشه بعدم شاکی بشه. خجالت بکش، نیشه تا ببن. اون اگه درد سرش بیشتر از تو باشه کمتر از تو نیست. اینو برش تو برو، وگرنه الان یه کاری دستش میدم. ببخشید همشیره، بیا بریم. خداحافظ. درو برای چی میبندی؟ برای اینکه کسی جایی نره. آقای شرخر، مثل اینکه ما باید بریم خونه. آقا شما هم لطفا از خر شیطون بیا پایین، بزنین آقا سید ما یه سر بره خونه. خونه بی خونه، اینجا تو خونه خدا میمونه، منم خیالم راحت تره. ای بابا من نمیفهمم آخه این چه وضع نون در آوردنه. وقتی بزرگ شدی میفهمی کوچولو. این کوچولو خوب داره درست میگه دیگه، چه رسمشه؟ حرف زیادی نباشه. تا یکی مثل من نباشه نمیشه حقا از حلقوم اینا کشید بیرون. من از سمت امثال این سیده شما زرتی چک نکشم. آقای محترم، آقای نسبتاً شرخر، بذارید آقا سید برن، من هستم. چی میگی بچه؟ من هستم، من هستم. برو کوچولو. من چی؟ ای بابا، الله اکبر. آقا مشتبه، آقا صادق، بنده اینجا هستم، بفرمایی تو. چشم آجا نگران نباش پهلمون، من به این خون دماغ شده رو عادت دارم. اینم یادت رفته، اگه قرار نبود بری خونه اسد، با این قیافه ببیننت که با چارمیخ میکشنت. ای خاک تو سرم شدم. الان طوری نشده، زیاد نگران نباش. سب کن برم یکم آب خونک بیارم بذارم روش. بشین. دمت گرم. حالا چیکار کنم؟ رفیقای خوبی داری، به سی خبر میدم، یه هفته مهلت بده. حالا واسه چی از کاتو اینطوری داری با آب آتیش میزنی؟ یه رفیق که حرمتش برام کم از حاسفت الله نیست، نمیخوام به آب و روش چوب حراج بزنن. من رفیق نبودم که زیر پا مخالی کردی، یا اون به خاطر نامردیت لنگ زدم. یه وقت جانه بذار به سرت، الان بم میاد. وای از اون شب کذایی تو آدم شایی من باختم، بعد باختم وقتی که داشتم از دست مامورا در میرفتم، تصادف کردم جفام قلم شد. کاش با پولا میموندم، به تو منم به فتحال و فروختی. حاج فتحالله، حاج فتحالله. حاج فتحالله پولا رو که دادی رفت، من رد بر خونه نشین شدم. دو سال طول کشید تا جون بگیرم. موقع دوزی ها تو بودی، شدی نشدی، ولی من در دوز شدم. خدا کمکت کنه که تو هم از خریت در.
حاج فتح‌الله افسار من خر و گرفت دستشو کم کم آدم هم کرد. رفت سراغ اون آدمی که ازش دوزی کرده بودیم، ریش گرو گذاشت، اونم به حرمت حاج فتح‌الله ازم گذشت. تو این دو سالی که پاهات شکسته بود دورا دور حواسم بهت بود. کجا؟ حوصله حرف از گذشته ها رو ندارم. بعد یه هفته چک رفیقت زنده میشه. برام نمیخوای بگی این چک دست آدم های تو چیکار میکنه؟ بریم. خیالت راحت مش صفان، من و بهمن هرچی دیدیم و شنیدیم همینجا چهار میشه. نگران نباش مشتی، هر جا قربت برام خیلی بیشتر شد. درد داری بابا جان؟ نه، پاشیم بریم، پاشیم. شما برید، من میخوام یکم اینجا ببینم، بعد میام. باشه. خدای شکر بازم آبروم رو خرید. شکر. ای بابا خودت گفتی حق نداری دیگه پاتو بذاری تو خونه. از کی داره به حرفای من گوش میدی؟ ببین من الان مهمون دارم، بعد بهت زنگ میزنم. چشمم روشن، مهمونت کیه؟ اونم این وقت شب؟ زن، کاووس، چرا من؟ حالا بس میکنی؟ کاووس راست میگفت، مردی که خونه نیاد شلوارش دوتا میشه. من غلط بکنم شلوارم دوتا بشه؟ ببین من امشب کار دارم، بعدن میام خونه خدمت شما تا خیالتون راحت باشه. باشه، خوبه، خداحافظ شما. چی عرض میکردم؟ سید و فردا دستبند بزنم ببرن؟ برای شما هم بد میشه. کاووس، کاووس از دست تو واقعا چم افتادم. خدا نکنه آقا پروانه، چیزی شده؟ حالا چی کار کنی؟ من که کاری نبودم، ولی باشه قبول میکنم. منتها دارم میگم تو این بازار کساد خرید خونه اشتباهه. و خب چیکار کنیم؟ دل مهربونی دار. خدا رو شکر اینجوری هم یه خونه خوب گیره شما میاد، هم مشکل ما حل میشه. باشید 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 باشید. سلام. سلام عرض کردم آقا خلی، خوش اومدی. قربان چه عجب از این طرف ها قدم رنجه کردی، دلتنگتون شده بودی. پروانه کارهای ماریش زودتر انجام بده، بریم بذاریم کف دست شرخه. شما پاشید برید بیرون، من با دست چشمه مسجد. پاشید اگه مزاحم من برم. خیلی قربان شما مراهمی، بفرمایید، خواهش میکنم. ای بابا ما گیریم آقا، دوتا چک میخوایی بکشی، یکی بر من یکی بر شرخه، بکش بره دیگه. خیلی خوب، بعد دوتا چک شو، یکی 100 تومن یه 40 تومن. این که میشه 100 تومن. آقا کرامت من یه قرار نمون 180 تومن باشه، این داره مفخری میکنه. تو آدنگ میبره داره من دارم خوش نمیاد. حالا که گرفتاریم تو داری بزخری میکنی. عزیز من شما اومدی به من التماس کردید خونه رو بخر، قیمت من اینه، نمیخوای بره سراغ یه خریدار دیگه؟ این همون خونه است؟ آره همون خونه. لاقل به خاطر آقا سید یه کم بذار روش. قضیه سید چیه؟ یه شرخر به خاطر چک سید آبروزی رو انداخت، امشب پولشو نگیره صبح با حکم جلب میاد سراغش. پروانم تو این گرفتاری خونه 180 میلیونی رو میخواد 100 میلیون بخره. مگه من مردم که با حکم جرد بیان سراغ سید؟ حالا که به خاطر اون میخواییم بفروشیم، من نمیذارم کسی بزخری بکنه. یعنی چه آقا خلی؟
چرا معامله رو برادر من به هم میزنی؟ بس شما خواستم خونه رو برای شما بخریم. من نمیذارم سید پاسوز دندون گردی تو بشه، خودم به قیمت میخرم. به خاطر معرفتتون 20 تومنم میذارم روش. آخ دست شما درد نکنه، یعنی با این حساب 200 تومن گیر ما میاد دیگره. آقا خیلی ممنون. خیلی یه محله دعا بوده.